سلام، امیدوارم حال شما خوب باشه. در این ویدیو میخوایم با همدیگه عملکرد 5 تا بازیکن NBA رو بررسی کنیم که بیشترین امتیاز رو در تاریخ NBA به دست آوردن. نفر پنجم، مایکل جوردن. مایکل جوردن در طول سالهای حرفه‌ای خودش 6 بار قهرمان NBA شد و 2 بار هم قهرمان المپیک در سال 1984 و 1992. مایکل جوردن 41,000 دقیقه تقریبا در NBA بازی کرد که تونست 32,292 امتیاز به دست بیاره و با این عمل کرد شد پنجمین بازیکن برتر NBA. نفر چهارم، کوبی برایان. کوبی برایانی که در سال 2020 در سن 41 سالگی بازی کرد. کوبی برایان در طول سالهای حرفه‌ای خودش 5 بار قهرمان NBA شد و 2 بار هم در سال 2008 و 2012 قهرمان المپیک. کوبی برایان 48,000 دقیقه بازی کرد که تونست 33,643 امتیاز به دست بیاره و با این عمل کرد 4مین بازیکن برتر NBA لقب گرفته. نفر سوم، لبرون جیمز. لبرون جیمز تا به حال 4 بار قهرمان NBA شده و 2 بار هم قهرمان المپیک در سال 2008 و 2012. نکته مهم در مورد لبرون جیمز این هستش که هنوزه داره بازی میکنه و میتونه رتبه خودش رو بهتر کنه. لبرون تا به حال 50,000 دقیقه بازی کرده که تونسته 35,367 امتیاز به دست بیاره و با این عمل کرد نفر سوم تاریخ NBA هستش و میتونه در فصلهای آتی رکوردش رو بهتر کنه. نفر دوم، کارمالون. کارمالون قهرمان المپیک در سال 1992 و 1996 شد اما در NBA قهرمانی رو به دست نیاورد. اما با این حال 54,000 دقیقه در NBA بازی کرد که تونست 36,928 امتیاز به دست بیاره و با این آمار نفر دوم بهترین بازیکن NBA هستش. بریم سراغ امتیاز آورترین بازیکن تاریخ NBA، کریم عبدالجبار. کریم عبدالجباری که در بازی مرگ روبروی بروسلی هم بازی کرده. کریم عبدالجبار در دوران فعالیتش 6 بار قهرمان NBA هم شد. در 20 فصلی که در NBA حضور داشت 57,000 دقیقه بازی کرد که تونست 38,387 امتیاز به دست بیاره و با این آمار بهترین بازیکن NBA از لحاظ امتیاز آورترین بازیکن تاریخ شده. در پایان تنها بازیکنی که در حال حاضر میتونه این رکورد رو بشکنه لبرون جیمزه. لبرون تقریبا 3,000 امتیاز از کریم عبدالجبار عقبه و سالهای پایانی حضور خودش رو در NBA سپری میکنه. باید دید رکورد کریم عبدالجبار شکسته میشه یا نه. امیدوارم لذت برده باشید و در ویدیوهای بعدی ما رو دنبال کنید.